سخنان همچین خوب گوش بدی؟ خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟ عذرخواهی کنن بابت اردوکشی خیابانی؟ من میدونم شما همچین قانون اساسی براتون ارزشی نداره، ولی اصل 27 قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این تصاویر برای شما آشناست؟ راهپیمایی سکوت، 3 میلیون نفر ساکت اومدن تو خیابون به نشانه اعتراض. شما حاضر نشد به حرفای اینا گوش کنید؟ این مردم برای اینکه حرفشون و رأیشون و حقشون رو بگیرن چیکار باید میکردن؟ بیشتر از 2 سال رهنورد و کروبی و موسوی رو بدون محاکمه با دستور مستقیم خودتون حبس کردید. عذرخواهی باید بکنن؟ عذرخواهی کسی باید بکنه که تو نماز جمعه دستور حمله به مردم رو داد؟ عذرخواهی اونی باید بکنه که اجازه داد با وانه در روی مردم رد شن، بچه های مردم رو تو کهریزک و اوین به قتل برسونن، دکترای کهریزک رو سربنیز کرد، قاتلای حقوق بگیرش رو ترفیع داد؟ عذرخواهی کسی باید بکنه که تو انتخابات تمام امکانات کشور رو برای یک جنای خاص بسیج میکنه؟ عذرخواهی میدونی که باید بکنه؟ کسی که 24 ساله یه مصاحبه رو در رو با یه رسانه نکرده. عذرخواهی کسی باید بکنه که هیچ نظارتی از طرف مردم روی تصمیماتش نیست، اونی که صدا و سیما، ارتش، سپاه، اوقاف، انواع بنیادها و نیروی انتظامی رو داره، بدون هیچ نظارتی یه نفره به میل شخصی خودش میچرخونه، اون باید عذرخواهی کنه. اونی که از شعر گفتن حداد عادل تا مذاکرات هسته‌ای باید طبقش سلیقه شخصی خودش باشه، اون باید عذرخواهی کنه. کسی باید عذرخواهی کنه که تحت رهبریت و بصیرتش ایران توی تعداد اعدام و تعداد زندانی و آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق اقلیت و محیط زیست و ناهنجاری اجتماعی به این حال و روز افتاده. کسی باید عذرخواهی کنه که حتی اجازه نمیده وزیر ارشاد و اطلاعات رو خود رئیس جمهوری که از 1000 تا فیلتر مسخره رد شده منصوب کنه و جای رئیس جمهور هم تصمیم میگیره. کسی باید عذرخواهی کنه که یه نفر برای یه ملت تصمیم میگیره، ملتی که درصد بالایشون وقتی ایشون رهبر شده بود اصلا به دنیا نیومده بودن. کسی باید عذرخواهی کنه که ثروت و دارایی کشور میبره تو سوریه و غزه و لبنان خرج میکنه موقعی که وضع معیشتی مردم اینه. اونی باید عذرخواهی کنه که شرایط کشور رو به جایی میرسونه که مردمش فقط فکر رفتن از کشورن، رتبه اول فرار مغزا رو داره، مردمش حاضرن فرار کنن برن اندونزی، از اونجا با قایق از اقیانوس رد شن، خطر کنن، شاید غرق شن، بمیرن، ولی اینو ترجیح میدن به زندگی تو کشور خودشون تحت رهبری ایشون. اون کسی که این وضع به وجود آورده بعد از خواهی کنه، کسی که بدون تایید گرفتن از مردم 24 سال رهبری نظامه، بدون اینکه تو هیچ همه پرسی مستقیم شرکت کرده باشه، اون بعد از خواهی کنه، نه کسی دیگه. میدونی که بعد از خواهی کنه؟ کسی که 24 سال مانع اجرای همین قانون اساسی فکستنیه و حق وتو نامحدود رو تو همه چیز داره. حکم حکومتی، شما اگه راست میگی در زندونا رو باز کن، اجازه بده اون 3 نفرم از حصر بیان بیرون، شما کاندید شو، اجازه بده 1 نفر از اونام کاندید شه. برنده تعیین میکنه که کی باید عذرخواهی کنه.